خب همکاران محترم جناب آقای عبدالناصر درخشان شماره 151. بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین انه خیر الناصر النمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیزم. تبریک میگم هفته قوه قضایی رو به تمامی عزیزان عرصه قضا و تحقق عدالت در جامعه. انتظاری که از مجلس انقلابی خردمند داریم این که طرح‌هایی که در مجلس مطرح میشه بعضن بعضی از دوستان به جای راهی دیدگاه‌های کارشناسی و فنی متاسفانه وارد فاز احساسی میشند که این موضوع شایسته مجلسی که مقام معظم رهبر این مجلس را مجلس انقلابی خردمند تعقل‌گرا نامیده که در حل مشکلات کشور تاثیرگذار باشه حقیقتاً نیست. من حقیقتاً گلی که از وزارت محترم بهداشت دارم و خواهشی که از همکاران عزیزم، متاسفانه پدیده شوم کرونا همه استان سیستان و بلوچستان رو در هم نوردیده و تبدیل به یک تراژدی هولناک شده. متاسفانه استان کم برخوردار با حداقل‌ها مواجه است. دانشگاه جوان ایران شهر بدون حمایت‌های وزارت بهداشت توان مقابله با این پدیده شوم رو ندارد. تشکر می‌کنم از همه پرسنل دانشگاه که شبانه روز تلاش می‌کنند. نمایندگان ملت، جناب وزیر، آیا دردناک نیست که هموطنان عزیز ما به خاطر کمبود اکسیژن و ونتیلاتور تلف شوند؟ آیا استانی که در معرض خطر از نایی مرزهایش است نباید در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرد؟ جناب آقای اسلامی، وزیر محترم را به خاطر بی‌توجهی های وزارت مطبوع در طول سالیان متمادی مردم نجیب استان سیستان و بلوچستان هم با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هم همیشه داغدار عزیزان خود هستند. مجلس انقلابی داشتن راه یکی از مهمترین پارامترهای توسعه در هر جامعه و هر کشوری است. داشتن راه مناسب، ما می توانیم با راه مناسب آموزش را درست کنیم، با راه می توانیم آب داشته باشیم، ما با راه مناسب می توانیم بسیاری از نیازهای مردم را مرتفع کنیم. آیا خبر دارید جناب وزیر که هموطنان عزیز شما، دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهرستان فنوج، برای رسیدن به مدرسه باید بیش از یک ساعت پشت وانت بنشینند تا در جاده های صعب العبور به مدرسه برسند؟ وزیر محترم ارتباطات جناب آقای جهرومی، اکثر قول های شما در سفرتان به استان هنوز عملی نشده، هنوز مشکل ارتباطات و اینترنت پا بر جاست. جناب وزیر آموزش پرورش، آیا خبر دارید که 70% معلمین زحمت کش شهرستان های راسک و سرباز شرکتی و خرید و خدمات هستند؟ آیا می شود امید به آموزش مؤثر تربیت دانش آموزانی کارآمد که بتوانند آینده این سرزمین را راهنمایی کنند بود؟ وزیر محترم نیرو، خبر دارید قطعی مکرر برق، افت ولتاژ و نوسانات شدید امان مردم را در حوزه انتخابیه بریده است؟ بسیار ممنون و سپاسگزارم از وقتی بذارید. خیلی متشکر. بعد از 3 نفر بعد